حضور برای قهرمانان مختلف در المپیک ها بسیار متفاوت است. مسابقات جهانی ما خیلی از سالها سال قبل از المپیک خیلی نتیجه خوبی هم داشتیم، خیلی هم به خودمون اطمینان داشتیم که حتما المپیک ها به موفقیت دست پیدا میکنیم، اما در المپیک ها به کشتیگیران گمنامی مثلا از جمله پورتوریکو کشتیگیرای ما متوقف شدن و نتونستن به نتایج مناسبی دست پیدا کنن. حساسیت المپیک بسیار متفاوته و اصلا کلاس کشتی در المپیک به دلیل تعداد مدالی که کشتی آزاد و فرنگی داره و این در نتایج کلی اثر گذاره سرمایه گذاری که کشورها میکنن بسیار متفاوت. ارزیابی من از کلاس فنی کشتی آزاد که ما ظرفیت های مناسبی رو داریم، نمیتونیم به این واقعا این ظرفیت ها رو نداریم. ما جوانای خوب به یک معنای واقعا تشنه آموختن و حرکت کردن داریم. من اما هنوز کلاس فنی ما کلاس فنی المپیک نیست. ما کشتیگیرامون تو این چند جلسه هم که تمریناتشون شروع شده هنوز چند کلاسه نیستن. دقت چون در حال مفاهیتش دامزده خودشون فنی هستن و متوجه هم من چه عرض میکنم. ببینید کلاس المپیک به دلیل مطالعه‌ای که روی تک تک ورزشکاران میکنن و برنامه ریزی میکنن، اگر یک کلاس بره اگر یک کلاس واحد داشته باشی به سادگی شناساییت میکنن، رود برنامه ریزی میکنن و عدد رد میشن. کسایی میتونن مطمئن باشن و حضورشون ضمانت داشته باشه در المپیک که بتونن با چند کلاس رو دوشک حضور پیدا کنن، مخصوصا کشتی که رشته پیچیده است. ما باید تلاش کنیم کشتیگیرهایی از ما که ظرفیت های چند کلاسه شده ندارن با تعیین یک استراتژی اصلی در حوزه فنیشون و به نوعی یک راهبرد اصلی در کلاس اصلیشون کلاس فرعی رو هم کنارشون تعریف کنیم و از همه مهمترین قدرت رو درشون به لحاظ روانی و تفکر کشتیگیری شعور کشتیگیری ایجاد کنیم که بتونن روی دوشک در صورت لزوم تغییر کلاس بدن. این موجب میشه که برنامه ریزی هایی که روشون میشه رو همزمان با مواجه شدن با یک واقعیتی متفاوت تون برنامه ریزی فنی که میکنه امکان داره حریف کاملا یک رفتاری مغایر با برنامه داشته باشه تو هم قدرت تغییر کلاس داشته باشه. الان این شرایط در کشتی نیست، انتظاری هم نیست، چون این سطح کار حضور در مسابقات جهانی است. با این سطح کار میشه تو جهانی شطور مدال بالاتر اصلا کاملا متفاوته. نشونم داده سالیان سال و کلاس فنی المپیک هم درک کردن کار بسیار پیچیده است. به ویژه که مشکل اصلی ما در المپیک ها فارغ از این بحث فنی باز بحث فنیمون نیست، بحث روانیمون. ما اکثر آسیب ها رو در المپیک به ویژه در کشتی به دلیل انتظار بالایی که انتظار به حقی که مردم ما از کشتی دارن و جزوی از نوستالژی واقعا جزوی از تاریخ خودشون هویت خودشون میدونن موفقیت های این رشته ورزشی رو بس روانی است. بسیار از قهرمان های خوب رو همه ما بیاد داریم که اون چند روز باقی مونده به المپیک از فشار روانی و نتونستن اینکه تحمل کنن این بار روانی رو رها کردن بعد آقای خانم دچار مشکل شد. یه زمان یادم مثلا دوره شما دکتر بودرج روانشناس در کنار تیم ملی